سخنران بعدی ما خانم دکتر رویا بهشتی هستش. ایشون استاد دانشگاه میزوری در سنت لوئیس هست و از دوستان خیلی نزدیک مریم بوده و احتمالا همتون میدونید که از دبیرستان با مریم هم کلاس بوده و برای ما در مورد مریم، مدرسه و خاطره ها قرار صحبت بکنن. من میکروفون رو در اختیار ایشون میذارم. بفرمایید خانم بهشتی. خیلی ممنون. صدای منو میشنوید؟ صداتون واضح هست. خب سلام میکنم به همگی. تشکر میکنم از برگزار کننده های این برنامه، مخصوصا خانواده محترم میرزاخانی، همینطور دکتر جعفری، دکتر میرزا وزیری و همه کسایی که کمک کردن برای اجرای این برنامه و از آقای مهندس میرزاخانی برای صحبت های ارزشمندشون. خیلی خوشحالم که امروز توی این جمع هستم و فرصتی هست که میتونم راجع به مریم صحبت کنم. قبل از هر چیز روز جهانی زنان در ریاضیات رو تبریک میگم. این طرح خیلی ارزشمندی بود که چند سال پیش انجمن ریاضی ایران مطرح کرد و الان خیلی جا افتاده بعد از چند سال. امسال من یه تعداد زیادی برنامه میدونم که یا برگزار شده یا قرار برگزار بشه به این مناسبت، جاهای مختلف، آمریکا، کانادا، استرالیا و ایران، برنامه‌هایی برای بزرگداشت مریم، همینطور برای بحث و گفتگو راجع به زنان در ریاضیات. و خب این مهمه، اینجور برنامه‌ها برای حمایت از زنان در ریاضیات. شاید جالب باشه مخصوصا برای دانش آموزان دختری که اینجا هستن که بدونن همه جای دنیا سخته برای خانمایی که علاقه‌مندن به ریاضیات یا رشته‌های نزدیک به ریاضی. حداقل توی آمریکا بعضن خیلی منزوی هستن، مخصوصا در سطح لیسانس یا دبیرستان، به خاطر اینکه تعداد خانوما توی این رشته ها خیلی کمه. توی دانشگاه های درجه یک آمریکا مثلا درصد تعداد دختران در ریاضی در سطح لیسانس خیلی کمه در مقایسه با حداقل بعضی از دانشگاه های ایران. و خب اینجور برنامه ها برای حمایت زنان در ریاضیات میتونه خیلی مفید و مؤثر باشه. برای خود من البته روز 22 اردیبهشت قبل از اینکه روز زنان در ریاضیات باشه، روز تولد دوست عزیزم مریم هست و پر از خاطره های خوب از سالهای مختلف، مخصوصا سالهای اولی که از ایران رفته بودیم و دور از خانواده بودیم و خب سعی می کردیم جای خالی خانواده را با کمک بقیه دوستان تا جایی که می شد برای هم پر بکنیم. خب من از آشناییم بگم براتون با مریم. اولین بار من مریم رو سال 67 مهر 1367 دیدم. ما تازه وارد مدرسه راهنمایی فرزانگان شده بودیم، سال اول راهنمایی معادل کلاس ششم الان. همه هم از مدرسه های ابتدایی مختلف اومده بودیم و کسی کسی رو نمیشناخت. روز دوم مدرسه بود که زنگ مدرسه ما که ساعت 3 میخورد، کلاس آخر یه نیم ساعتی زود تعطیل شده بود و وقت آزاد داشتیم. منم تصمیم گرفتم برم کتابخونه مدرسه رو ببینم. رفتم کتابخونه و چند تا کتابم امانت گرفتم و از در کتابخونه که اومدم بیرون، مریم رو دیدم که نزدیک در کتابخونه وایساده بود. خب چون توی یه کلاس بودیم همدیگر رو دیده بودیم ولی حرف نزده بودیم. مریم لبخندی زد و یه دستی تکون داد. منم رفتم طرفش و با هم سلام علیک کردیم و چند دقیقه حالا تا زنگ مدرسه خورد حرف زدیم. فردای اون روز که من اومدم مدرسه، وارد کلاس که شدم صندلی کنار مریم خالی بود. منم دیگه چون آشنا شده بودم باهاش رفتم کنارش نشستم و دیگه این شد که ما برای 7 سال بعد راهنمایی و دبیرستان کنار هم پشت یه نیمکت نشستیم و بعدم که با هم رفتیم دانشگاه و سال 78 با هم اومدیم آمریکا، شهر بوستون، دو تا دانشگاه مختلف البته، و بعد هم که از بوستون رفتیم شهرهای متفاوت زندگی کردیم ولی در حد امکان در تماس بودیم با هم و هر از چندی هم میدیدیم همو. از خاطرات کلاس اول راهنمایی، خاطره ای که حالا بعد از 30 و چند سال هنوزم برای خودم عجیب و جالبه، و یه بارم اینو توی این خاطره رو توی مراسم بزرگداشت مریم توی دانشگاه هاروارد تعریف کردم و دیدم که چند جا این داستان اشتباه نقش شده بود، فکر کردم که خوبه شاید دوباره اینجا این خاطره رو تعریف کنم براتون. مریم سال اول راهنمایی توی همه کلاس‌ها شماره 1 بود، شاگرد اول بود. از زیست شناسی و فیزیک گرفته که به طور خاص یادمه، تا کلاس انشا که شاید بدونید خیلی مریم به نوشتن علاقه داشت، خیلی هم کتاب خونده بود،
تا کلاس تعلیمات اجتماعی که یادم همیشه جز دو سه نفر بچه های کلاس بود که خیلی فعال بودن، خیلی با هیجان توی بحثا شرکت میکرد. خلاصه توی همه کلاس اول بود به جز کلاس ریاضی. معلم ریاضی کلاس اول راهنمایی ما خانم کمالی بودن که معلم فوق العاده خوبی بودن. یکی از دلایلی که من خودم به ریاضی علاقه من شدم ایشون بودن، ولی خب معلم سختگیری بودند و برای بچه های دو تا کلاسی که ایشون معلم ریاضیشون بودن سختترین و پر استرس ترین کلاس و امتحان ریاضی بود. من دقیقا یادم یکی از سوالای امتحان ساس اول رو که بهتون میگم بعد از اینکه این خاطره تموم بشه، شاید چون قدیمی ترین مسئله ای هست که یادم حرف زدیم راجع به این مسئله با مریم. خب امتحان ساس اول سخت بود، یادم هم نمیاد که مریم چه نمره ای گرفته بود، ولی هرچی بود نمره ای نبود که دوست داشت و سعی کرده بود که امتحان ساس دوم رو بهتر بده. امتحان ساس دوم هم قبل از عید بود، وقتی که بعد از عید اومدیم ورقه هامون رو گرفتیم، یادمه که بالاترین نمره کلاس نفر اول شده بود 13 از 20، نفر دوم شده بود 17 و خورده ای، مریم شده بود نفر سوم 16 و نیم. مریم وقتی که ورقش رو گرفت ناراحت شد، نمره که دوست داشت رو نگرفته بود. خب سعی هم کرده بود که نتیجه بهتر بشه ولی نشده بود. و یادمه که دقیقا ورقه امتحان رو که گرفت، قبل از اینکه بذارتش توی کیفش پاره کرد ورقه رو و خب ما پشت نیمکت نشسته بودیم، به من گفتش که من دیگه با ریاضی هیچ کاری ندارم. و خب این داستان تموم شد. دو ماه بعدم که دیگه تابستون شد و مدرسه تعطیل بود توی تابستون، اون موقع هم که اینترنت و تلفن همراه و اینجور چیزا نبود، ما هم مسافرت بودیم بیشتر تابستون رو، دیگه خبری نداشتیم از هم. شاید فقط چند بار تلفنی با هم حرف زده بودیم من و مریم. تا تابستون تموم شد و ما سال دوم راهنمایی رو شروع کردیم. سال دوم راهنمایی که شروع شد، مریم یه دفعه خیلی عوض شد. نه تنها علاقش رو از دست نداده بود و ناامید نشده بود، برخلاف حرفی که زده بود، خب این خوششانسی هممون بود که ناامید نشد، خیلی هم شروع کرد که توی کلاس ریاضی خودش رو نشون بده و بعد از چند ماهی دیگه توی کلاس ریاضی هم شماره یک بود. حالا من فکر نمی کنم تا جایی که من میدونم اتفاق خاصی اون تابستون نیفتاده بود، به جز اینکه خب مدرسه تعطیل بود و همه چند ماهی از مدرسه و استرس اون مدرسه جدید دور بودیم. و خب برای مریم این چند ماه دور بودن باعث شده بود که اون بلاک یا سد ذهنی در مورد ریاضی از بین بره. حالا من این داستان رو تعریف میکنم گاهی برای دانشجوها که شکایت میکنن ما سعی کردیم ولی نمره خوبی تو امتحان نگرفتیم، اینو تعریف میکنم. این حتی گاهی پیش میاد برای کسایی که حالا توی لول بالاتر تحقیق ریاضی میکنند، ولی بعضی وقتا دلیل این که آدم اون قضیه‌ای رو که میخواد نمیتونه ثابت بکنه یا نتیجه امتحان اونطوری که دوست داره نمیشه، به خاطر این نیست که توانایی ذهنی نداره، به خاطر همون سد ذهنی یا منتال بلاک هست که نمیتونه از حد اکثر تواناییش استفاده کنه. به هر حال که ترکیب این سخت بودن ریاضی سال اول و بعد اون استراحت تابستون باعث شد که مریم با انرژی خیلی بیشتر علاقه من بشه به ریاضی و ادامه بده ریاضی رو. حالا من این داستان رو که تعریف کرده بودم بعدن شنیدم که جایی نوشته بودن که معلم کلاس اول راهنمایی مریم رو زده کرده بود از ریاضی، که درست نیستین. خانم کمالی که بعدن هم دکتراشون رو از دانشگاه تهران دکتر ریاضیشون رو گرفتن، معلم ریاضیات جدید دبیرستان ما بودن، کلاس دوم دبیرستان، و یادمه که مریم خیلی خوشحال بود که قرار بود ایشون دوباره معلم ما باشن. جای دیگه هم دیدم که نوشته بود که یه داستانی راجع به مریم نوشته بود، بخشی از یه کتابی بود که نوشته بود که مریم اونقدر نمرش بد شده بود که از ترس پدر مادرش هیچ وقت نمرش رو بهشون نگفت. اینم که 100% درست نیست، چون اون موقع نمره خوبی بود، نفر سوم کلاس بود و هر کس دیگه این نمره رو گرفته بود جای تعجب نداشت. ولی خب هنوز برای خود من عجیبه برای کسی که بعدن شد نفر اول ریاضی دنیا نتونسته بود اون نمره ای رو که میخواد بگیره. خب حالا بذارید مسئله رو که گفتم، مسئله ساس اولمون بود و قدیمی ترین مسئله ای هست که یادمه با مریم حرف زدیم راجع بهش، رو براتون تعریف بکنم. مسئله امتحان این بود که یه دایره رو در نظر بگیرید، مثلا یه دایره به شعاع 1 و حالا تعداد نقطه های روی این دایره متناهیه، یه مجموعه متناهیه یا نامتناهی. خب حالا همونطوری که
میدونید بیشترتون جواب اینه که نامتناهی هست. بعد مسئله که مطرح شد این بود که خب حالا مجموعه نقطه های روی دایره رو در نظر بگیرید. نقطه های روی یه خط هم در نظر بگیرید. هر دو تا این مجموعه نامتناهیه. نامتناهی نقطه روی دایره داریم، نامتناهی هم نقطه روی خط داریم. آیا میتونید این دو تا مجموعه رو با هم مقایسه کنید؟ آیا به نظرتون یکی از این مجموعه ها از اون یکی بزرگتر هست یا نه؟ خب حالا من میتونم یه چند ثانیه‌ای هم صبر کنم برای کسی که این مسئله رو ندیده باشه تا یه چند ثانیه‌ای راجع به این مسئله فکر کنید، بعد من جوابش هم براتون بگم. من تو این فاصله اون فایلی هم که میخوام شیر بکنم و سعی میکنم که شیر بکنم. خب حالا جواب این سوال نظر ما اون موقع این بود که خب اگه دایره رو ببریم میشه یه پاره خط، بذاریمش روی خط، خب به نظر میاد مجموعه نقطه های روی یه خط باید بزرگتر باشه. ولی خب جواب درست این بود که حالا اینو برای کسایی که نهیده این مسئله رو میگم، میشد برعکس هم استدلال کرد و گفت که دایره حتی یه نقطه بیشتر از خط هم داره. و خب این یه چیزی بود که برای ما خیلی جدید بود، ما که چیزی خارج از مثلا کتابای درسی ابتدایی نهیده بودیم، خیلی چیز جالبی بود. استدلال هم اینه که حالا تو این شکل من نشون دادم، اگه دایره رو یه جوری بذاریم که مرکزش بیفته روی خطی که داریم و نقطه بالای دایره رو در نظر بگیرید، هر نقطه خط رو وصل کنید به نقطه بالای دایره و اون خط رو امتداد بدید که دایره رو توی یه نقطه دیگه قطع کنه. خب اینجا الان نقطه های روی خط بنفش هم من وصل کردم به نقطه قرمز بالای دایره، یه نقطه آبی روی دایره گرفتم. این نقطه منحصر به فرد برای اون نقطه‌ای که روی خط انتخاب کردیم. یعنی اگه دو تا نقطه مختلف رو خط انتخاب کنیم، دو تا نقطه مختلف رو دایره به دست میاریم. و اینجوری اگه تمام نقطه های روی خط رو در نظر بگیریم و این کار رو بکنیم، هر نقطه روی دایره رو دقیقا یه بار به دست میاریم. مثلا اگه اون مرکز دایره رو بگیریم روی خط رو وصل کنیم به نقطه قرمز بالا، اون پایین ترین نقطه دایره رو به دست میاریم. همه نقطه های دایره رو دقیقا یه بار به دست میاریم، به جز نقطه بالا، به جز اون نقطه قرمز رو که نمیتونیم به دست بیاریم. پس این استدلال نشون میده که دایره یه نقطه هم بیشتر داره از خط. و بازم جواب درست اینه که جمع این دوتا استدلال نشون میده که هیچ کدوم از این مجموعه ها از اون یکی بزرگتر نیست. حالا به زبان ریاضی ما میگیم یه تناظر یک به یک بین این دوتا مجموعه وجود داره. یعنی میتونیم یه تابعی تعریف کنیم از خط به دایره که هر نقطه دقیقاً یه بار پوشیده بشه. حالا این مثالی که من زدم، هر نقطه دایره به جز یکی از نقطه ها دقیقاً یک بار پوشیده شده. من اینجا تابع هم فرمول جبریش رو نوشتم. اگه این چیزی که من هندسی براتون توضیح دادم، اگه جبریش رو بنویسید، فرمولش میشه این یه تابع F مون، یه تابع است از خط به دایره که F T میشه 2T تقسیم بر T2 به علاوه 1 و T2 منهای 1 تقسیم بر T2 به علاوه 1 که T مختص روی نقطه روی خطه و 2T تقسیم بر T2 به علاوه 1 و T2 منهای 1 تقسیم بر T2 به علاوه 1 مختصات نقطه‌مون روی دایره‌اند. مثلا اگه T ما 0 باشه که میشه مرکز دایره و بذاریم توی این فرمول، میگیریم 0 و منهای 1 که نقطه پایینی دایره هست. میشه دقیقا اینو فرمول جبریش هم نوشت. حالا شما میتونید خودتون فکر کنید که ببینید چطور میشه این، همونطور که گفتم نقطه بالای دایره رو نگرفتیم، حالا چطور میتونید این تابع رو تعریف کنید که دقیقا همه نقطه های روی دایره دقیقا یک بار پوشیده بشن. خب حالا این مسئله بود که براتون گفتم و جالبیش برای خودم اینه که حالا این چیزی که من 30 و چندین سال پیش یاد گرفتم، این چیزی که هنوز حالا رشته من هست، هندسه جبری، چیزی که دائم استفاده می کنم، این واقعیت که یک فرمول با استفاده از چند جمله ها وجود داره از خط به دایره. ترجمه هندسه جبریش میشه که خمای درجه دو خمای گویا هستند. و خب چیزی که من همیشه تو کارم استفاده می کنم. ولی حالا این فرمول و این قسمت هندسه جبریش رو من الان دارم اضافه میکنم، ولی اصل مسئله اعمال ساز اول کلاس اول راهنمایی هست. و خب این یه مسئله خوب نشون میده که من بعد از 30 خورده ای سال الان یادمه و استفاده میکنم. خب حالا برگردیم به خاطره های مدرسه.
دیگه سال دوم راهنمایی که خب هرچی گذشت مریم علاقه منتر شد به ریاضی. یادم ما سال سوم راهنمایی و دیگه اول دبیرستان که بودیم هر دومون خیلی علاقه من شده بودیم به ریاضی، هر چند هفته یه بار بعد از مدرسه، مدرسه ما نزدیک خیابون انقلاب بود، می رفتیم خیابون انقلاب که کتاب فروشی ها رو چک کنیم، کتاب ریاضی جدیدی که اومده بودن، اگه چیزی به نظرمون جالب بود می خریدیم، با هم می خوندیم. معلم های خیلی خوبی هم داشتیم، خیلی مشوق بودن. آقای نیوشا که معلم هندسه دبیرستانمون بودن، یکی از معلمایی بودن که تاثیر خیلی مثبتی داشتن، و بقیه معلم ها همینطور. مدیر مدرسهمون خانم هایریزاده خیلی حمایت میکردن از علاقه ما به ریاضی. یادم ما وقتی که سال اول دبیرستان که میشه کلاس نهم الان هست بودیم، یه برنامه ریاضی بود توی دانشگاه شریف برای بچه های دبیرستان که سال دهم رو تموم کرده بودن. برنامه یک هفته ای بود که بچه ها با ریاضیات یه مقدار پیشرفته تر آشنا بشن. اگه اشتباه نکنم هم اون سال اولین سالی بود که قرار بود این برنامه برگزار بشه، با کمک آقای دکتر تابش که رئیس دانشکده ریاضی بودن اون موقع، دکتر محمودیان و بقیه استادای دانشگاه. خب این برنامه برای بچه های یه سال بزرگتر از ما بود، ولی مدیر مدرسه ما صحبت کرده بودن با برگزار کننده های این برنامه که اجازه بدن ما یه سال زودتر شرکت کنیم. خب اجازه دادن. و شاید الان این داستان رو شنیده باشید، دکتر محمودیان تعریف کرده باشن که دکتر محمودیان روز آخر سخنرانی داشتن، حالا روز چهارشنبه بود یا پنجشنبه، سخنرانیشون هم راجع به نظریه گراف ها بود. آخر جلسه یه مسئله رو مطرح کردن، گفتن این مسئله اوپن هست، مثلا مسئلهش هم پیدا کردن یه گراف هایی بود که یه ویژگی خاصی داشته باشن، که چند تا مثال کوچیک داشتن براش، ولی گفتن که اون مثال بزرگتری نیست و پیدا نشده. خلاصه دکتر محمودیان گفتن که هفته دیگه، حالا اون موقع هم بازم اینترنت و ایمیل و اینجور چیزا نبود که بشه فالو آپ کرد، گفتن که مثلا هفته دیگه سه‌شنبه من توی دفترم هستم بعد از ظهر، اگه کسی جوابی پیدا کرد، مثال جدیدی پیدا کرد یا ایده‌ای داشت میتونه بیاد دفتر من تو دانشگاه شریف. این سال 1371 بود که ما کلاس نهم رو تموم کرده بودیم. بعد مریم روز بعدش به من زنگ زد و خیلی با هیجان گفتش که من فکر میکنم یه تعداد نامتناهی مثال جدید برای مسئله دکتر محمودیان پیدا کردم. و من بازم بعد از تقریبا 30 سال که حتی صورت دقیق مسئله رو الان یادم نمیاد و یه سری جزئیات این داستانم از یادم رفته، ولی راه حل مریم رو که با هیجان پشت تلفن برام تعریف میکرد که چطور میتونه از چند تا مثال کوچیک مثال جدید پیدا کنه، و اون هیجانش رو این دقیقا یادم الان. و خب این هیجانش هم همیشه تا آخر باهاش بود که خیلی انرژی میداد به آدم وقتی راجع به مسئله ریاضی باهاش صحبت میکرد. در هر حال اون روزی که گفته بود دکتر محمودیان گفته بودن، مریم رفت دانشگاه و ظاهرا چند نفر دیگه از بچه‌ها هم که ایده هایی داشتن اومده بودن، ولی کسی مثال جدیدی پیدا نکرده بود. و بعد هم با دکتر محمودیان تضمین دادن اون ایده مریم رو، و این شد اولین مقاله مریم که با دکتر محمودیان چاپ کردن. و دیگه بعد از اون مریم خارج از مدرسه هم شناخته شده بود، و سالهای بعدم که به خاطر موفقیتاش توی المپیاد ریاضی خیلی هم بیشتر شناخته شد. حالا من یه سری عکس هم آماده کردم که نشون بدم اینجا. متاسفانه بیشتر عکسای من ایران هستن، الان دسترسی نداشتم برای این برنامه به یه تعداد خیلی کم عکسایی که اسکن کرده بودم دسترسی داشتم، ولی خب به هر حال گفتم که این عکسا رو بهتون نشون بدم. اگه بتونم خب این عکس من و مریم توی کتابخونه مدرسه، اینجا ما سال نهم بودیم. این کتابخونه هم اون کتابخونه نیست که من اول حرفش رو زدم، چون بعدا یه قسمت مدرسه بازسازی شد و کتابخونه رفت یه قسمت دیگه، ولی خب این ما این مال کلاس اول دبیرستانه. این عکس هم قاعدتا باید با سال 71 یا 72 باشه، با مریم که ردیف جلو نشسته و یه سری دیگه از بچه های همکلاسیمون ردیف عقب آقای نیوشا هستن، سمت راست ردیف عقب خانم هایریزاده مدیر مدرسه‌مون هستن، سمت چپ معاون مدرسه‌مون هستن خانم آزاده.
این عکس هم باید مال سال 71 باشه، بهمن 71 قاعدتا، چون ما اینجا از المپیاد کشوری ریاضی که اصفهان برگزار شده بود اون سال برگشتیم و مدیر مدرسهمون خانم هایری و معاون مدرسه اومدن استقبالمون. این بچه‌ای که از طرف مدرسه ما برای شرکت در المپیاد کشوری ریاضی رفته بودیم اصفهان، و بازم مریم نشسته اون ردیف جلو. این عکس مال سال 73 هست، ما کلاس سوم دبیرستان بودیم. اینجا المپیاد اردوی المپیاد ریاضی با بچه های اردوی المپیاد ریاضی و دو نفر از معلم ها اومده بودیم کوه. اینجا من و مریم هستیم، دکتر تکلو هستن که چند هفته پیش اینجا سخنرانی داشتن، دکتر نقشینه هستن و دکتر بحرینی که از اساتید ریاضی ایران هستن، و بقیه بچه های اردوی المپیاد ریاضی سال 73. این عکس هم دیگه وقتی که ما دانشگاه بودیم، این کنفرانس دانشجویی ریاضی که اهواز برگزار شد که مریم نفر اول مسابقه دانشجویی شد اون سال، و این همون سفریه که تو راه برگشت اتوبوس ما تصادف کرد تو راه برگشت از اهواز به تهران. این عکس آخرم، آخرین سخنرانیه. حالا من اولین مسئله رو گفتم، اینم آخرین سخنرانی مریمه که من شنیدم و شاید یکی از آخرین سخنرانیایشه که کلن داده. جایزه کلی رو وقتی در دانشگاه آکسفورد بهش دادن سال 2015، سال بعد از اینکه مدال فیلدز رو گرفت. من متاسفانه نتونستم وقتی که مریم جایزه فیلز رو گرفت برم کنگره جهانی ریاضی، و خب وقتی که قرار بود جایزه کلی رو بگیره از قبل من گفته بود و هماهنگ کرده بودیم که من هم بتونم برم، و خیلی خوشحالم که تونستم برم و شرکت کنم توی این برنامه. اینجا سخنرانیه که مریم کرد قبل از اینکه جایزه رو بگیره، و خب این یه سالن سخنرانی خیلی بزرگم بود با یه تعداد زیادی تخته. یک طرف دیوار این سالن کامل تخته بود، و اینکه سالن بزرگ بود و جا برای نوشتن زیاد باشه. مریم وقتی که سخنرانیش رو شروع کرد اینقدر مثل همیشه جذب اون قسمت ریاضی و توضیح دادن و حرف زدن شده بود که همون گوشه موند، یادش رفت که از اون سه تا ستون دیگه این تخته ها استفاده بکنه. و خب کسایی هم که اون گوشه یا اون طرف نشسته بودن چند بار سعی کردن که وسط سخنرانی بهش بگن که میتونه از بقیه تخته هم استفاده کنه، ولی دیگه مریم حواسش به مطلبی بود که داشت میگفت و دیگه تا آخرمون همون طرف بعد از سخنرانی که بهش گفتیم و خودش تازه متوجه شد، کلی با هم خندیدیم به این موضوع. حالا خاطره از مریم که زیاده، ولی من دیگه چون وقت کمه ادامه نمیدم، فقط دوست دارم بگم که شاید از دور داستانهای راجب مریم گاهی وقتا اغراق شده به نظر بیاد، ولی به عنوان کسی که از نزدیک میشناختمش میتونم بگم که واقعا مریم یک مجموعه استثنایی بود از ویژگی های خیلی خاص. حالا استعداد رو همه میدونیم، ولی همزمان پشت کار، اعتماد به نفس، انرژی خیلی زیاد، روحیه کاری خیلی مثبت، تواضعی که داشت، خب همه اینا خیلی خیلی کمه، و خب اینا رو مریم همش رو داشت. آخر صحبتم من بگم که حمایتی که ما از معلمای مدرسه، مدیر مدرسه و بعدم استادای دانشگاه شریف میگرفتیم و وقت و انرژی که گذاشتن برای ما فوق‌العاده تاثیرگذار بوده. من الان خودم 17 18 ساله که درس میدم، دانشگاه‌های مختلفم بودم و اون کیفیت حمایتی که ما داشتیم رو ندیدم واقعا. مریم هم همیشه قدردان بود، قدردان این حمایت‌ها بود، و من میدونم که خب حالا همه معلم‌ها و استادای دانشگاه هم توی ایران به یه اندازه شاید مشوق نباشن، ولی خب هر فرصتی که هست باید استفاده کرد، مخصوصا الان که امکاناتی که مثل این وبسایت اینجا هست. من چند تا از ویدیوهای سخنرانی‌هایی که اینجا توی وبسایت بنیاد مریم دیدم، به نظرم واقعا عالی بودند، و امیدوارم که دانش آموزانی که فرصت استفاده از این برنامه ها رو دارن حد اکثر استفاده رو بکنن و قدرش رو بدونن. خیلی ممنونم از همه کی. خیلی ممنونیم از خانم دکتر رویا بهشتی برای سخنرانی خیلی جذابشون، و به دلایل شخصی ویدیوشون باز نبود و به طور صوتی ما صحبت‌هایشون رو شنیدیم.
خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم من خودم، با اینکه من مریم از نزدیک میشناختم. به هر حال ما خیلی ناراحتیم که مریم پیشمون نیست، ولی همونطوری که گفتن راه مریم ادامه داره و خیلی خیلی از افراد با دیدن زندگی مریم، با شنیدن داستان زندگیش انگیزه میگیرن که کار کنن و راه ایشون رو ادامه بدن. ما هلوش یک رو وقت داریم برای سوالاتی که بچه ها توی چت پرسیدن. یکی از سوالات در مورد اینه که آیا شما میتونید نصیحتی بکنید دانش آموزان رو که چی کار باید بکنن که بتونن راه مریم رو بهتر دنبال کنن؟ نصیحت که نه، ولی خب واقعا همونطوری که آقای میرزاخانی هم گفتند، مریم حالا علاوه بر استعدادی که داشت، واقعا پشت کارش و تلاشش برای چیزایی که میخواست به دست بیاره واقعا مثال زدنی بود. برای همین این که حالا هر رشته‌ای که میخواید برید یا هر کاری که میخواید بکنید، آدم واقعا باید تلاش بکنه و پشت کار داشته باشه و ناامید نشه. ممنون. پرسیدن که میشه در مورد شیوه خوندن برای المپیاد هم صحبت کنید، چگونه خودتون رو برای المپیاد آماده کردید؟ و احتمالاً الان کسایی که من الان خیلی راستش هم در جریان این که حالا المپیاد چجوری برگزار میشه در ایران نیستم، شاید بهتر باشه که با کسایی که الان توی سالهای جدیدتر فعال بودن، حالا یا برای شرکت در المپیاد درس دادن توی دوره های المپیاد، اگه با اونا مشورت بکنید یا اگه اونا برنامه توی این وبسایت بذارن شاید بهتر باشه. من اگه بخوام نصیحتی کنم مال همون 20 و چند سال پیش یا 30 سال پیشه که شاید خیلی به درد الان نخوره. خیلی ممنون. سوال پرسیدم یا خاطری در مورد کتاب نظریه اعدادتون که با خانم میرزاخانی نوشتید دارید یا نه؟ خاطره خاص که نه، خب اون کتابو من و مریم شاید 2 سال بود که توی دوره المپیاد ریاضی که توی باشگاه دانش پژوهان جوان برگزار میشد درس میدادیم و خب قسمت نظریه اعداد هم درس میدادیم. بعد سال آخر دانشگاه که بودیم، دکتر تابش پیشنهاد دادن که کتاب نوشته بشه برای دانش آموزان دبیرستان که به المپیاد علاقه من بودن، حالا توی هم نظریه اعداد هم بقیه رشته ها چند تا کتاب نوشته شد و چون ما کلاس های نظریه اعداد میدادیم و خیلی مسئله جمع کرده بودیم برای این کلاس های نظریه اعداد، حالا از مسئله های مسابقه های جهانی، مسئله های مجله های ریاضی، اینا رو جمع کرده بودیم، یه سرش عوض کرده بودیم، حالا تعمیم داده بودیم، یه مقدار خیلی زیادی مسئله داشتیم و خب دکتر تابش پیشنهاد دادن که کتاب نظریه اعداد ما بنویسیم و خب نوشتیم اون سال آخر رو. و حالا یادم هم هست که اون قسمت آخر، چون مریم تابستون سال آخر قبل از اینکه ما بیایم آمریکا یه سفری برای به اون جایزه مسابقه ریاضی که اول شده بود رفته بود، برای 2 ماه میتونستن برن یا 1 ماه یادم نمیاد برن تریسته، مؤسسه تریسته، توی مؤسسه ریاضی فیزیک تریسته توی ایتالیا رو ویزیت بکنن و خب مریم هم رفته بود دیگه. ما با مؤسسه فاطمی و آقای عرشک حمیدی که کار میکردیم به من یه ددلاینی داده بودن که باید اینو تموم میکردیم قبل از اینکه من بیام آمریکا. من دیگه مریم وقتی از ایتالیا برگشت ندیدمش و اومدم آمریکا و خب مریم هم توی ایتالیا خیلی دسترسی، حالا اون هفته ای هم که به من ددلاین داده بودن دقیقا مریم قرار بود که مثلا بره مسافرت، خیلی دسترسی به هم نداشتیم و اون قسمت مقدمه و یه قسمت هایی که بعد نوشته میشد تموم نشده بود. منم خب یه مقدار استرس گرفته بودم که حالا بدون تایید مریم من اینا رو نمیخواستم بفرستم برای انتشارات فاطمی. خلاصه که دیگه بالاخره آخرین ایمیل مریم من و مریم دیده بود و دیگه اون قسمت هایی رو که بعد می نوشت یه درفتش رو توی قطار نوشته بود و بعد به اولین جایی که به کامپیوتر دسترسی داشت اینا رو با همون فونت انگلیسی تایپ کرده بود و دیگه من به موقع در نهایت گرفتمش و دیگه اون درافت کامل شد و دادیمش به انتشارات فاطمی. خیلی ممنون. سوال دیگه ای که پرسیده شده در مورد رقابته، میگن رقابت در زندگی کاری شما و خانم میرزاخانی چقدر تاثیر داشته، به خصوص در دوران المپیاد ریاضی و حتی در ادامه راه؟ رقابت متوجه نشدم، یعنی رقابت با
با دیگران. مثلا شما گفتین که نمره سوم شده بود تو کلاس و خب آیا این موضوع باعث شده بود ناراحت بشه، میخواست نفر اول باشه، یا اینکه نه فقط از خودش راضی نبود؟ یعنی آیا مریم یا آدمی بودش که براش مهم بود که همیشه اول باشه تو همه چی یا نه؟ نه فکر نمی کنم مریم اینی که ناراحت شده بود اینه که خب سعی کرده بود که نمره بهتری بگیره و نگرفته بود. شاید حالا اگه نفر اول کلاس هم بود براش مهم نبود، یعنی مطمئنم که اگه نفر اول کلاس هم بود نمره 16 و خورده گرفته بود براش مهم نبود، یعنی همونقدر ناراحت میشد. کلا هم مریم خیلی اهل رقابت نبود، شاید چون میدونست حالا بعدش دیگه جایگاه خودش رو میدونست، مخصوصا سالهای بعد جایگاه خودش رو بین ریاضیدانان میدونست و میدونست که چقدر توانایی داره، دیگه خیلی اهل رقابت و مقایسه کردن خودش با بقیه نبود. اینو مخصوصا به طور خاص توی سالایی که مثلا دانشجو بود هاروارد میدیدم که همیشه هم خیلی خوشحال میشد اگه مثلا هم کلاسی هاش یا بقیه دانشجوهای هاروارد مسئلهشون رو حل میکردن یا دعوتی میگرفتن برای سخنرانی، همیشه از موفقیت بقیه خیلی خوشحال میشد و خیلی حداقل اون موقع ها دیگه خیلی اهل رقابت نبود. خیلی ممنون. یک سوال دیگه این که پرسیدن چه چیزی در وجود مریم بود که سبب میشد هیچ وقت خسته نشه و در مقابل شکست هایی که میخوره ناامید نشه؟ پشتکار خیلی زیاد و همین دیگه، پشتکار خیلی زیاد داشت و واقعا شاید یه مدل فکر کردن که اگر قرار بود کاری رو انجام بده یا اگر قرار بود مسئله رو انجام بده واقعا انجام می شد. خیلی قاطع بود، اگه چیزی رو می خواست به دست بیاره به دست می آورد و خب این همون پشت کار خیلی زیاده که واقعا ویژگی بارزش بود. ممنون. فکر کنم که حالا سوالات دیگر رو میتونیم ذخیره کنیم و بعدا حالا یک گونه ای بپرسیم از شما که حالا توی سایت قرار داده بشه. سوالات خیلی زیاده، من بخوام همشون رو بخونم امکان پذیر نیست.